امروز ما اومدیم دوربین دو تا از بهترین گوشی‌های بازار یعنی سامسونگ گلکسی اس 20 اولترا و آیفون 11 پرو مکس رو با هم مقایسه کنیم تا ببینیم واقعاً کدومشون از همه بهتره. خیلی‌ها میگن توی پردازش تصویر آیفون از سامسونگ خیلی جلوتره. اما امسال سامسونگ توی S20 اولترا اومده یه لنز 108 مگاپیکسلی و از لنز تلفوتو با نهایت زوم دیجیتالی 100 برابر استفاده کرده. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ازتون میخوام که کانال بینوشا رو سابسکرایب کنید و اون زنگ بغلش هم بزنید که هر وقت برنامه جدید اومد با خبر بشید. خب اول بریم سراغ مشخصات دوربین سامسونگ گلکسی S20 اولترا. این گوشی یه دونه سنسور 108 مگاپیکسلی با لنز واید داره که به عنوان دوربین اصلیشه. یه دونه لنز تلفوتو داره که 48 مگاپیکسلیه و تا 4x اپتیکال زومه و 10 برابر هایبرید زومه و 100 برابر دیجیتال زومه که خب عدده عجیب غریبیه. یه دونه هم لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلی داره که کیفیت خوبی داره واقعا. با یه دونه هم لنز تشخیص عمق که اونقدر کیفیت بالایی نداره و فقط 3.5 مگاپیکسله. اما برای تشخیص عمق خب ممکنه بعضی اوقات کاربردی باشه. دوربین سلفی این گوشی هم یه دونه دوربین 40 مگاپیکسلیه که نشون میده عددا تو این گوشی خیلی بالاست. اما اپل 3 تا لنز واید، اولترا واید و تلفوتو دو برابر داره که همشون از سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده میکنن و عکس‌ها با همین خروجی گرفته میشه. دوربین سلفی هم توی آیفون باز 12 مگاپیکسله که عددا نشون میده نسبت به سامسونگ خیلی کمتره. توی فیلم برداری سامسونگ تا 8K میتونه فیلم برداری کنه و آیفون تا 4K 60 فریم پر سکند که خب کم نیست ولی عدد کمتری نسبت به S20 اولترا. خب حالا بریم سراغ تستا. توی عکس واید که عادیه همه میگیریم کیفیت عکس توی هر دوتا گوشی عالیه. ولی اگه دقیق تر نگاه کنیم توی گوشه ها و جاهایی که سایه داریم آیفون تونسته جزئیات بیشتری ثبت کنه. با اینکه توی کیفیت خود تصویر S20 اولترا بهتره ولی جزئیاتی که آیفون تونسته از سایه ها و قسمت تیره تصویر ثبت کنه نشون دهنده داینامیک رنج بهتره عکس آیفونه. اما وقتی زوم میکنیم مشخصا به این نتیجه میرسیم که سامسونگ با سنسور 108 مگاپیکسلی با اینکه جفت عکس‌ها رزولوشن 12 مگاپیکسلی دارن کیفیت بهتری داره و نوشته خاناتره و جزئیات بهتر ثبت شده. توی همین لوکیشن عکس اولترا واید دو تا گوشی رو کنار هم میذاریم. کنار هم توی اولترا واید هر دو تصویر واقعا خوبن و کیفیت فوق‌العاده‌ای دارن و شاید بشه گفت بهترین لنزهای اولترا واید توی گوشی‌ها توی این دو تا گوشی هستن. اما بازم داینامیک رنج آیفون اینجا عملکرد بهتری داشته و تونسته سایه ها و روشنی تصویر رو بهتر ثبت کنه. اما وقتی توی گوشه های تصویری خورده دقت میکنیم میبینیم که سامسونگ از اپل پردازش تصویر بهتری انجام داده و یه جورای خرابی تصویر رو یه خورده دیستورشن شاید کمتر باشه. البته کلا دیستورشن توی جفت گوشی ها خیلی خوب کنترل شده و توی حاشیه ها زیاد تصویر کشیده نشده و جفتشون عکس خوبی رو ثبت کردن و اوجاج عجیبی توی اولترا واید ها نمیبینیم. اما توی بررسی لنز تلفوتو به این نتیجه میرسیم که آیفون واقعا عقب مونده از سامسونگ. لنز تله آیفون 11 پرو مکس دو برابر زومه ولی گلکسی S20 اولترا سامسونگ 4 برابر و تا 10 برابر هیبرید زوم میکنه که توی زوم دو برابر قطعا آیفون کیفیت بهتری داره چون از زوم اپتیکال روی لنز استفاده میکنه ولی گلکسی S20 اولترا توی 2X از زوم دیجیتال استفاده میکنه. اما بعد از اون به جایی میرسیم که اصلا آیفون 11 پرو مکس این ویژگی رو نداره، یعنی زوم 30 برابری و 100 برابری روی گلکسی S20 اولترا. حقیقتش رو بخواید من اصلا حاضر نیستم با زوم 100 برابری عکس بگیرم، ولی خب حداقل چیزی که روی گوشی هست و اگر که زمانی نیاز داشته باشید ازش استفاده کنید حداقلش اینه که گوشیتون محدودتون نمیکنه. البته 100 برابر زوم واقعا غیر قابل استفاده است و به نظرم نهایت زوم قابل استفاده این گوشی همون 30 برابره که یه جزئیات نسبتا قابل قبولی رو توی این زوم میتونه ثبت کنه. توی لوکیشن بعدی ما از موزه سینما رفتیم سمت خیابون ولیعصر و عکسای گرفتیم توی مسیر. توی این چند تا عکسی که گرفتیم در کمال تعجب دیدیم که داینامیک رنج ثبت شده با لنز اولترا واید گلکسی S20 اولترا بهتر از آیفون 11 پرو مکس بوده.
در حالی که توی تصویر قبلی دیدیم که آیفون توی لنز اولترا واید بهتر عمل کرده. مثلا این کلاه آبی رنگ این آقا رو آیفون تقریبا حذف کرده و جزئیات چندان جالبی توش نمی‌بینیم، یعنی رنگش هم زیاد معلوم نیست. اما سامسونگ خیلی بهتر تونسته اون رو تنظیم کنه و یه رنگ بهتری داره و یه جزئیات بیشتری نسبت به حالت قبل داره. توی تصویر اولترا واید هر دو گوشی عکسای جذاب و قشنگی گرفتن، اما سامسونگ یه مقدار رنگ آبی آسمون رو غلیظ‌تر کرده و بیشتر کرده و خب یه خورده عکسو غیر طبیعی کرده میشه گفت. من این کارشو خودم دوست دارم، حالا ممکنه یه سری ها دوست نداشته باشن. اما توی جزئیات ثبت شدم با اینکه هر دو گوشی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتن، تصویر خروجی از سامسونگ به نظر میاد مخصوصا اگه اونو زوم کنیم بهتر باشه. یه نکته دیگه هم این که لنز اولترا واید توی S20 اولترا به نظر زاویه دید بیشتری تونسته ثبت کنه. توی همین لوکیشن عکس واید و زوم رو هم بررسی کرد. کیفیت عکس توی واید واسه هر دوتا دوربین عالی بود، اما باز توی تلفوتو سامسونگ خیلی خوب عمل کرد. توی زوم 10 برابر کیفیت عکس سامسونگ واقعا جذاب و دوست داشتنیه و قابل استفاده و کیفیت خیلی خوبی هم داره، در حالی که آیفون عملکرد چندان جالبی نداره و تقریبا عکس غیر قابل استفاده است توی این زوم. اما زوم 30 برابر و 100 برابر سامسونگ هم باز میشه تست کرد و نتیجه رو میبینید که همچین خوب نیست، ولی باز بودنش بد نیست. توی عکاسی پورتره اما چند تا عکس از شقایق گرفتیم که به نظر خود من آیفون یه سر و گردن از سامسونگ بهتر عمل کرده. دور سوژه رو بهتر تشخیص داده و دوربری کرده و در نهایت عکس خروجی کیفیت بهتری داره. جدای از این صورت شقایق توی آیفون نور سوخته نداره، ولی توی سامسونگ صورتش با نور سوخته شده و یه سری جزئیات از دست رفته که خب به نظرم زیاد جالب نیست. بعد اینا هم رفتیم دم خیابون ولیعصر و عکس گرفتیم. توی اونجا سعی کردیم از ماشین‌های در حال حرکت و رنگ‌های مختلف عکس بگیریم تا توانایی مختلف این گوشی‌ها رو بسنجیم. اولین چیزی که توی عکس اولترا واید مشخص بود زاویه دید بیشتر گلکسی S20 اولترا بود که گفته بودیم. اما این بار باز برعکس دفعه قبل داینامیک رنج روی آیفون عملکرد بهتری داشت و عکس‌های بهتری گرفت که از تو آسمان معلومه. سامسونگ نتونسته به خوبی ابرها رو ثبت کنه، ولی آیفون عملکرد بهتری داره و تونستی خورده از جزئیات ابرها رو ثبت کنه. رنگ و نور هم توی جفتشون خوبه و جزئیات توی سایه ها به خوبی ثبت شده. لنز واید و تلم تصویر رو به خوبی ثبت کردن و واقعا هر دو گوشی در بهترین حالت عکس رو ثبت کردن. چیزای در حال حرکت هم که توی خیابون می‌بینیم مثل ماشین یا موتور یا حالا چیزهای دیگه بلر نشدن و تصویر خوبیه. توی ویدیو هم واقعا هر دو گوشی عملکرد خیلی خوبی دارن. سامسونگ میتونه با رزولوشن 8K و 24 فریم پر سکند فیلم بگیره و خب گاهی اوقات این 8K بودنه ممکنه برای گوشی سنگین باشه و عملکردش رو توی اتوفوکوس یا تشخیص داینامیک رنج یا رنگ تصویر یه خورده بیاره پایین‌تر. ولی روی 4K خیالتون راحت باشه که کیفیت خیلی خوبی داره. هم آیفون هم گلکسی میتونن 4K 60 فریم پر سکند ضبط کنن که خیلی خروجی خوبه و تصویر به خوبی ضبط میشه. عملکرد استابلایزر تو جفت گوشی ها خوبه و من عملکرد جفت اینا رو دوست دارم، اما فکر کنم سامسونگ عملکرد بهتری توی لرزش گیری تصویر داره و میتونه اونو بهتر لرزش گیری کنه، ولی باز نظر آخر با خودتونه. تو کامنت ها به هم بگید. از تو لینک این بالا میتونید بین این دوتا گوشی انتخاب کنید که به نظرتون دوربین S20 اولترا بهتر بود یا آیفون 11 پرو مکس. خیلی ممنون که این برنامه رو دیدین. نظرتون در مورد دوربین S20 اولترا یا آیفون 11 پرو مکس چیه؟ راستی نظرتون در مورد مقایسه های اینجوری یا برنامه های اینجوری چیه؟ دوست دارین تو کامنت ها به هم بگین که برنامه های بیشتری با این سبک درست کنیم. اگه این برنامه رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب توی یوتیوب و آپارات یادتون نره و با @بینوشاکست میتونین ما رو توی تمام شبکه‌های اجتماعی پیدا کنین.